الرحمن الرحیم. با عرض خیر و مقدم خدمت دوستان عزیز در دوره دکترای مهندسی سازه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، امروز میخوایم در واقع یک آشنایی با دوره دکترا در این دانشگاه خدمت شما ارائه بدم. به صورت کلی یک شمای کلی از در واقع دوره دکترا شامل این 4 تا مرحله است دوستان گرامی. یکی این که یک سری واحدها داریم که باعث این واحدها رو بگذرونیم و در حین در واقع این گذراندن واحدها یا قبل از این که اصلا وارد دکترا بشید، شما باعث یک در واقع حداقل نمره ای از آزمون زبان انگلیسی داشته باشید که من در اسلاید بعدی در مورد این که آزمون این زبان انگلیسی چه آزمونی هستش و چه نمره‌ای لازم هستش رو خدمت شما بهتون در واقع خواهم گفت. و بعد از گذراندن واحدها در واقع شما وارد یک امتحان جامع خواهید شد که این امتحان جامع هم در موردش توضیح خواهم داد و بعد از امتحان جامع تازه وارد مرحله پروپوزال و رساله خواهید شد. این دوره دکتراست که به این صورت به صورت کلی برگزار خواهد شد. ولی در واقع برنامه پیشنهادی که ما براتون چیدیم که این موارد رو داخلش شامل شده باشه تو دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد به صورت 8 ترم درسی هستش که ما انتظار داریم دوستان عزیزم در واقع با این برنامه در واقع پیشنهادی جلو برن و انشالله در طی 4 سال بتونید فارغ التحصیل بشید. خب همونجوری که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، ما تعدادی واحدهای جبرانی داریم، تعدادی واحدهای اختیاری داریم و واحد رساله که در مجموع 10 واحد جبرانی، 18 واحد اختیاری و 18 واحد هم رساله است که در مجموع میشه 46 واحد. همونجوری که می‌بینید، حالا اینایی که با رنگ سیاه مشخص کردم اینا دروس جبرانی هستش. در ترم اول شما صرفاً دروس جبرانی دارید که حالا شامل تحلیل سازه، دینامیک، زبان تخصصی و روش تحقیق مقاله و رساله است. و بعد از ترم اول که ترم دوم و سوم باشه 12 واحد، 18 واحد عضو میخوام دروس اختیاری دارید. خب که با گذراندن موفقیت آمیز این 18 واحد بعد از ترم سوم، ترم چهارم وارد امتحان جامع میشید و با گذراندن انشالله امتحان جامع در حالا در طی 2 سال معمولا، ولی حالا یه نفر ممکنه خیلی در واقع زرنگ باشه، میتونه حتی در 3 ترم دفاع کنه و انشالله فارغ التحصیل بشه که ما انتظار داریم شما در طی 2 سال انشالله بتونید فارغ التحصیل بشید. خب اینجا چند تا مورد هست که خدمتون در اسلایدهای بعدی توضیح میدم. یکی این که در دوره دکترا همونجوری که ملاحظه فرمودید بچه‌ها، ما درس اجباری یا اصلی نداریم، همه درسامون یا جبرانی هن یا اختیاری. یعنی ممکنه این درسایی که ما اینجا گذاشتیم، درس مکانیک مواد مرکب، اندرکنش خاکساز، کنترل لرزه، بتون پیشتنیده، بین سازی، ارتعاش، تصادفی، حالا ممکنه اینا عوض بشه، ولی فعلا این چیزی که معمولا تدریس میشه اینجا، این 18 واحد اختیاری، این دروس هستن. ولی چون درس ها اصلی نداریم، همش اختیاری هستن، ممکنه اینها عوض بشه. ولی خب بهتر اینه که حالا با توجه به رساله یا موضوع پروپوزال دانشجو این درس ها در واقع عوض هم بشن بهتر هستش. حالا ما دنبال این هم هستیم. خب دانشجویی که در دوره کارشناسی ارشد درسی رو، یکی از این درس های اختیاری ممکنه در دوره ارشد گذرانده باشه، نمیتونه در دوره دکترا اون رو بگذرونه. حالا من بعد از این که اسلاید تموم شد ازتون میخوام که لیست درسایی رو که دوره ارشد پاس کردید رو برام ارسال کنید که من این رو چک میکنم. حداقل نمره بچه‌ها حواستون باشه، نمره قبولی در هر درس 14 هستش و نمره ارزم به حضورتون مشروطی در هر ترم 16 هستش و در آخر سر بعد از اینکه این واحدهای درسیتون تموم شد بایستی حداقل معدلتون 16 باشه. ببین بچه‌ها یه مقداری حساس هستش، بنابراین سعی کنید که درس هاتون مخصوصا این درس اختیاری رو
نمره ازشون کم نگیرید، کمتر از 16 نگیرید. خب نمره بچه ها درس جبرانی درسته با 14 پاس میشید، ولی نمرات جبرانی بچه ها در معدل کلتون تأثیر نداره، میانگینه نیم سال و معدل کلتون در واقع تأثیر نداره. پس درسای اصلیتون همین درسای اختیاری هستن و این دروس ترم اول تأثیر در معدل کلتون نداره. خب پس این در مورد واحدها که خدمتون عرض کردم. موضوع بعدی امتحان آزمون جامعه است. که این آزمون جامعه چیه جریانش؟ بچه ها وقتی که درساتون تموم شد، یعنی بعد از در واقع سه ترم که درسات تموم شد، یک ترم دروس جبرانی که ترم اوله و دو ترم درسای اختیاری که دارید که میشه در مجموع دو تا 9 تا درس اختیاری 18 واحد به اضافه 10 واحد اختیاری جبرانی که میشه 28 واحد، اگر میانگین نمراتون بیشتر از چیز حداقل 16 بود وارد آزمون جامعه میشه. حالا اگه نشه خب بایستی به هر حال وارد کمیسیون میشه و یه سری داستانا داره که کار سخت میشه. حداقل بعد از این وارد آزمون جامعه میشه. خب آزمون جامعه چی هستش بچه‌ها؟ آزمون جامعه یک آزمونی هستش که معمولاً از دروس لیسانس، ارشد و دکترای شما گرفته میشه و شامل دو تا آزمون هستش. دو بخش آزمون هستش. یک بخش کتبی که شامل خودش چند تا آزمونه و یک بخش شفاهی اونم شامل چند قسمته که هر کدوم با چند تا استاد از شما گرفته میشه. که این آزمون جامعه معمولا درس دوره لیسانس بچه ها معمولا مقاومت مساله و تحلیل سازه است. درس دوره ارشد معمولا حالا یا دینامیک سازه است یا اجزای محدود، و درس دوره دکترا خب یکی از این یک یا دو تا از این درسایی که اینجا میگذرونید، یعنی از این درس ها حالا معمولا دو درس از دوره دکترا هم به عنوان درس‌های آزمون جامعه افزوده خواهد شد. بنابراین بچه‌ها 4 تا آزمون کتبی دارید، یه درس مقاومت تحلیل یا آزمونه، یه درس احتمالاً دینامیک سازه یه امتحانه، و دو تا از اینها از این دو درس‌های دوره دکترا که می‌گذرونید اینم خودش دو امتحانه. پس آزمون جامعه بخش کتبی این 4 تا درس خواهد بود که تو آزمون جامع برای شما خواهد اومد، و در قسمت بخش شفاهی هم که یک جلسه خواهد بود با حضور همون اساتیدی که معمولا امتحان در کتبی رو میگیرن، آزمون شفاهی رو هم میگیرن و ممکنه دیگه از هر دری سوال پرسیده بشه، ولی معمولا از همون مواردی که توی آزمون کتبی بوده معمولا از همونا سوال میشه و دیگه حالا خارج از اون خیلی سوال نمیشه. آزمون جامعه میانگین دو قسمت شفاهی و در واقع کتبی با هم دیگه میانگین میشه، میانگین همشون میشه نمره در واقع آزمون جامعه. این آزمون جامعه بچه‌ها باعثی حداقل 16 باشی. کسی که 16 نباشه در واقع رد شده توی آزمون جامعه. تو آزمون جامعه خدایی نکرده کسی که یک بار رد بشه مجاز هستش که دفعه دوم هم شرکت کنه، ولی اگر خدایی نکرده کسی تو آزمون جامعه بار دوم هم قبول نشه، همونجوری که اینجا نوشتیم پرونده دانشجو برای تصمیم گیری به کمیسیون موارد خاص که همون سازمان مرکزی ارجاع داده میشه، حالا اونجا تصمیم گیری میکنن که آیا این دانشجو میتونه ادامه بده یا نمیتونه ادامه بده. پس آزمون جامعه هم به این صورت هستش که عرض کردم خدمتتون در ترم چهارم، در ترم چهارم یه آزمون جامعه برگزار میشه. خب واسه آزمون جامعه بچه‌ها معمولا یک شرط میذارن، یه شرطش در واقع دو تا یه شرط داشت که بایستی نمرات اینجا بایستی میانگینشون حداقل 16 باشه. به جز این یه شرط دیگه هم داره، اینه که آزمون نمره زبان شما هم مثلا یک حداقلی داشته باشه. خب آزمون زبان چیه؟ آزمون زبان بچه‌ها نمره قابل قبول آزمون‌های حالا یا ملی باشه یا بین‌المللی. آزمون‌هایی که هست ملی‌ها، اونایی که در سطح کشور برگزار میشه، یکی آزمون EPT هستش
که دانشگاه آزاد برگزار میکنه بچه ها. EPT هستش. EPT رو دانشگاه آزاد برگزار میکنه. عرضم به حضورتون. آزمون MSRT هستش که وزارت علوم برگزار میکنه. حد از این دوتا آزمون حداقل باستی نمره 50 از 100 نمره بگیرید که بچه ها از این دوتا همین آزمون EPT که دانشگاه آزاد برگزار میکنه راحت تر هستش. حالا یه شرطی که مثلا بوده اینه که تا ترمای گذشته اینه که واسه آزمون جامعه بایستی حداقل نمره EPT 40 داشته باشی. نمره EPT یعنی از همین الان، یعنی بچه ها فکر کنم یه آزمون EPT آذر ماه برگزار میشه، حالا آذر ماه نه ولی اولین آزمون EPT که باشه بچه ها بایستی شرکت کنه، حواستون باشه. یعنی قبل از آزمون جامعه شما به آزمون EPT نمره 40 نیازه، 40 نمره از 100 نمره. بعد نیست بدونید بچه ها آزمون EPT شامل در واقع ریدینگ هستش، ریدینگ و گرامر و رایتینگ هستش، بخش لیسنینگ و اینها رو نداره، ولی MSRT که مربوط به وزارت علومه لیسنینگ داره، یه مقداری سخت‌تر هستش و همین EPT دانشگاه آزاد آزمون آسان‌تری هستش. بجز این دوتا آزمون داخلی بچه ها، حالا آزمون IELTS حداقل نمره 5 یا TOEFL IBT که اینترنت بیست هستش حداقل نمره 60 رو لازم داره. بعد نسبت بچه ها این نمراتی که میبینید یه نمرات نسبتا پایینی هستش، یه مقداری بخونید راحت میتونید کسب کنید، اونجوری سخت نیست. خب اگر کسی از دوستان نمره IELTS داره یا نمره TOEFL داره بچه ها، این نمرات سه سال بیشتر اعتبار نداره. پس اگر اینها رو یکی از دوستان داره، اگه 3 سال ازش گذشته قابل قبول نیست و باعث مجددن آزمون زبان رو بده. بنابراین بچه ها بعد از در واقع آزمون جامعه که انشالله قبول شدید، یعنی در واقع این 4 ترم رو گذراندید با موفقیت، وارد رساله میشی. بچه ها رساله هم حقیقتش سخت هستش. بهتون میگم علت این که رساله دکتر سخت هستش چی هستش. روند کلی انجام رساله به این صورتی هستش که اینجا آوردیم. به هر حال شما در واقع ارشد رو دارید، یه جورای پاننامه و پروپوزال و اینها رو ارائه دادید، آشنا هستید، ولی رساله دکترا یه مقداری متفاوت هستش. خب من پیشنهاد میکنم، از من سعی خودم بر این هستش به عنوان مدیر گروه، چون تا وقتی بچه ها شما استاد راهنماتون به صورت دقیق مشخص نشده، بنده به عنوان مدیر گروه استاد راهنمای شما هستم، استاد راهنمای رساله دکتراتون تا موقعی که استادتون دقیق مشخص نشده من هستم. من بهتون پیشنهاد میکنم که از همین ترم اول دنبال موضوع باشید، چون اگه بخواید بندازیدش بعد از آزمون جامعه دنبال موضوع باش، خدایی نکرده ممکنه سنواتون بیشتر باشه که با این اوضاع گرونی و این هزینه های زیادی که تو دانشگاه آزاد هستش من واقعا پیشنهاد نمی کنم. خب اولین گام اینه که یک موضوع کلی در واقع انتخاب کنید، استاد راهنما رو هم مشخص کنید و بعدش بایستی پروپوزال. این در واقع مراحل انجام رساله است. بعد از دیگه 4 ترمی که انشالله درس ها رو با موفقیت گذراندید، آزمون جامعه رو دادید با نمره زبان حداقل 40 و بعد داخل رساله میشید. خب واسه رساله گفته نباید آزمون زبان نمره 50 رو حداقل میخواید. خب پروپوزال رو مینویسید. بچه ها پروپوزال تو دوره دکترا خیلی مهم هستش که من الان بعد از اینها ساختار پروپوزال در واقع رساله رو نشونتون میدم. ما دو دوره دکترا حتما دفاع از پروپوزال رو داریم. دفاع از پروپوزال بچه ها در دوره دکترا از در واقع تقریبا نصف رساله است و ما علاوه بر اساتید راهنما یا استاد مشاور، ما داور داخلی داریم، یعنی یک داور یا دو داور از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد میاد و داور خارجی هم داریم، یعنی یک داور هم از خارج از دانشگاه میاریم، معمولا از دانشگاه سراسری میاریم
و بنابراین بچه ها دفاع از پروپوزال خیلی سخت هستش. یعنی این که منظور اینه که یک دفاع سفت و سخت هستش، حتی از اون دفاعی که در دوره ارشد داشتی شاید از اون سخت‌تر باشه دفاع پروپوزال، چون واقعا ازتون سوال میپرسند که نوآوری کارتون چیه، به کجا میخواید برسید، اینا ازتون در واقع سوال میشه. پس پروپوزال خیلی مهمه، شاید 50% کار رساله همین پروپوزال باشه. خب بعد از اینکه حالا پروپوزال دفاع کردید انشالله، خب رساله رو انجام میدید. اینجا بچه ها قبل از اینکه وارد دفاع بشید حتما بایستی از پایان نامتون، از رسالتون مقاله استخراج بشه، اونم مقاله ISI که حالا من تو اسلاید بعدی بهتون میگم که حالا مقالاتی که استخراج میشه به چه صورتی هستش. بعد از این که مقاله استخراج شد، یک پیش دفاع دارید، یک پیش دفاع دارید و یک دفاع. پیش دفاع چیه؟ پیش دفاع بچه های داستانی هستش که یکی دو ساله در واقع از موقعی که کرونا شده این پیش دفاع هم اضافه شده، به صورت اینترنتی برگزار میشه، میایید وارد یک سیستم دانشگاه آزاد میشید و شما به اضافه 3 استاد، معمولا 3 استاد ممتاز از دانشگاه های دیگر میان و شما بایستی یک پیش دفاعی در مقابل اونها انجام بده. پیش دفاع که انجام شد ممکنه گیر بهتون بدن، اصلاحات رو که انجام داد اون موقع میتونید دفاع کنید. پس ببینید انجام رساله یک پروستش بچه ها به جرأت بهتون میگم هیچ فرقی با دانشگاه سراسری نداره. یعنی انجام رساله در دانشگاه آزاد با دانشگاه آزاد، چه اینجا باشه چه بگیم دانشگاه تهران باشه، هیچ فرقی نداره، چون مراحلی رو گذاشته سازمان مرکزی که بایستی هم مقاله استخراج بشه، هم دفاع از پروپوزال باشه و هم پیش دفاع باشه، که اینا باعث میشه که رساله بایستی در واقع به صورت درستی انجام بشه. خب در مورد مقالاتی که استخراج میشه، البته مقالات رو جلوتر توضیح دادم، مقالاتی توضیح در واقع که میخواد اینجاست. مقالاتی که میخوایم به این صورت هستش بچه ها، برای دفاع مقاله‌ای که میخوایم یا یکی از این 3 حالته، یا یه دونه مقاله با کیفیت Q1 میخواد، Q1 مقالات تاپ هستش در زمینه مهندسی سازه، مقالات ژورنال های تاپ هستش، مثل مثلا Engineering Structures یا Earthquake Engineering، این ژورنال های تاپ. اگه یه دونه مقالتون در واقع ژورنال ها بدید شما میتونید دفاع کنید. حالا اگر در واقع ژورنال های با کیفیت های پایین تر باشه، مثل Q2 باشه، شما اگر یه مقاله ISI با کیفیت Q2 بدید به همراه یه مقاله علمی پژوهشی داخلی میتونید دفاع کنید، و اگر حالا ژورنال یه مقدار کیفیتش باز پایین تر باشه، Q3 باشه یا Q4 باشه، بایستی حداقل 2 مقاله ISI Q3 یا Q4 بدید که بتونید دفاع کنید. و مورد بعدی اینه که در مورد موضوع پروپوزال هستش. من حالا ساختار پروپوزالم اینجا هستش که ساختار پروپوزالی که قرار ارائه بدید بایستی حداقل 3 فصل داشته باشه، 3 فصل بنویسید که شامل این موارد هستش: یه فصل مقدمه، یه بررسی ادبیات و یک روش تحقیق، که بعد از اینکه دفاع کردید ساختار کلی رساله هم به این صورت هستش که 5 فصل هستش، که حالا اون 3 فصل اول تقریبا همون رساله، همون پروپوزال هستش، و فصل 4 و 5 هم که نتایج هستش و بحث هستش و نتیجه‌گیری هستش. این ساختار کلی هستش که حالا هر فصلی ازش ممکنه تبدیل بشه به 2 فصل، مثلا نتایج ممکنه تبدیل بشه به 2 فصل، مثلا قسمت روش تحقیق ممکنه تبدیل بشه به 2 فصل یا 3 فصل. این حداقل مینیمومی هستش که در واقع بایستی در نظر بگیرید. نکته مهمی که اینجاست در مورد موضوع رساله است، قبل از اینکه وارد اینجا بشید بایستی دقت کنید که موضوعی که میخواید در نظر بگیرید، بچه‌ها اینجا حواسم نبوده ننوشتم، در مورد رساله دوی بایستی علاوه بر این که موضوع نوآوری کافی داشته باشد
از سه جنبه زیر حداقل دو مورد رو داشته باشه. ببینید باعث یه کاری باشه که حالا یه قسمت نوآوری داشته باشه، حالا یه نوآوری کوچولو داشته باشه که کفایت میکنه، به هر حال یه چیز جدیدی داشته باشه. و بعد از اینکه فهمیدیم که چیز جدیدی هستش، از سه جنبه زیری که در واقع خدمتتون آوردم باعث حداقل دو تاش رو داشته باشه که موضوع یه موضوع دکترا باشه. یکی این که جنبه آزمایشگاهی داشته باشه، دو جنبه عددی داشته باشه، و سه جنبه تئوریک. جنبه آزمایشگاهی مثل چی؟ مثلا یه نفر حالا کار تکنولوژی بتونی انجام میده، فرض کنید میره تست میزنه، تست های حالا بتون رو میزنه، حالا شاید تیر بزنه، شاید صفحه بزنه، شاید نمونه بزنه، نمیدونم. به هر حال این جنبه آزمایشگاهی، این جنبه آزمایشگاهی صرف بچه ها کفایت نمی کنه. کفایت حتی ممکنه جدید باشه دیگه، ممکنه جدید باشه واقعا، فرض کنید یک سری نمونه هایی باشه که هیچ وقت انجام نشده، ولی صرفا جنبه آزمایشگاهی کفایت نمی کنه. بایستی دو از دو جنبه زیر یکی دیگه همراهش باشه. جنبه عددی مثل چی؟ مثل اینه که فرض کن یه سری نمونه ها تو آزمایش انجام میده، یه سری نمونه های محدود، مثلا 20 تا 30 تا نمیدونم 10 تا 5 تا هر چی دو تا انجام میده تو آزمایشگاه، ولی میاد تو نرم افزار مثلا المان محدودی، فرض کنید مثل آباکوس یا هر چی انسیسی جایی، میاد اون دو تا مدل آزمایشگاهی رو مجدد مدل میکنه و فرض کنید یه 100 تا 200 تا مدل دیگه که تو آزمایش انجام نده توی کامپیوتر انجام میده، یه مطالعه عددی انجام میده. یعنی فرض کنید تحلیل المان محدودی که انجام میده، یه تحلیل پارامتری با تغییر پارامترهای مختلف اون مسئله که تو آزمایشگاه انجام ندادی، این میشه یه جنبه عددی. اگه این دوتا کنار هم دیگه بشه میشه رساله دکترا، این میشه رساله دکترا. حالا یه کاری، یه کسی هستش که ممکنه آزمایشگاهی انجام نده، بیاد عددی کلا کار کنه، مثلا اثر زلزله بر سازه فلان. خب اینجا صرفا عددی که فاینت المنتی باشه کفایت نمیکنه، باید یه جنبه تئوریک داشته باشه. جنبه تئوریک یعنی چی؟ یعنی یک سری فرمولا روابط باشه که خودش استخراج کرده باشه، یک بحث تئوریک داشته باشه که خودش انجام داده باشه، اینجا لازمه. بنابراین از این سه مورد باید دو تا رو داشته باشه که این تبدیل بشه به موضوع در واقع پروپوزال شما. بنابراین بچه ها این توصیه کلی بود که انشالله بتونید پانامتون رو با موفقیت انجام بدید. این لیست دروس هستش و این هم برنامه پیشنهادی هستش. من همونجوری که عرض کردم پیشنهاد میکنم در همین ترم اول به فکر در واقع موضوع رساله باشید، در فکر استاد باشید. من فعلا به عنوان مدیر گروه استاد شما هستم. با همدیگه انشالله بحث خواهیم کرد که رو چی کار کنید، چه کار کنید. من راهنماییتون میکنم که در حین اینکه این واحدها رو میگذرونید، انشالله در مثلا در همین ترم 4 یعنی ابتدای ترم 5 اگر شما بتونید پروپوزال رو در همین ترم 5 دفاع کنید. یک نکته ای هست اینجا من یادم رفت بهتون بگم بچه‌ها، شما فرض کنید اینجا در این مرحله آخر ترم 5 فرض کنید اینجا پروپوزالتون تموم میشه، در این مرحله فرض کنید اینجا پروپوزالتون تموم میشه، در لحظه ای که پروپوزالتون تموم میشه، یعنی پروپوزال دفاع از پروپوزال فرض کنید اینجا دفاع از پروپوزال باشه، پروپوزال باشه بچه‌ها، تا لحظه دفاع حداقل واسه یک سال بگذره. پس بعد از دفاع از پروپوزال بچه ها شما یک سال بعد میتونید دفاع کنید، یعنی اینجا میتونید دفاع کنید. یعنی یه نفر زرنگ باشه بچه ها میتونه آخر ترم 7 دفاع کنه، یعنی بعد از 12 ماه میتونید دفاع کنید، که معمولا بچه ها حالا این اتفاق نمیفته. چرا اتفاق نمیفته؟ چون بعد از دفاع از پروپوزال بایستی مقاله بنویسیم، مقاله بایستی اکسپت بگیریم، اکسپت گرفتن و این داستان ها یه مقدار طول میکشه، که باز هم این نشد نیست، بعضی میتونن این کار رو انجام بدن. پس بعد از دفاع از پروپوزال حداقل 12 ماه بعدش میتونید چه کار کنیم؟ پیش دفاع رو انجام بدیم. پیش دفاع که انجام بشه اون موقع، پیش دفاع هم البته باز
داستان داره، ممکنه بهتون گیر بدن، اصلاحات بدن، بعد از پیش دفاع ممکنه اصلاحات بخورید بچه ها و ممکنه بیفتید تو ترم 8. یه جورایی بچه ها بر همین 8 ترم یه جورایی چیه بچه ها؟ یه برنامه فشرده است. اگر وقت نذارید یه مقداری شل بگیرید خدایی نخواسته، یه دفعه میمونید توش. ولی از همون اول اگه آروم آروم در واقع کاراتون رو مرتب و منظم انشالله انجام بدید، شما بعد از ترم 8 انشالله میتونید در واقع دفاع رو انجام بدید. من پیشنهاد میکنم که در همون حوایل ترم اول بر روی موضوع کار کنید، یعنی کار بر روی موضوع رو از همین اول در واقع شروع کنید، کار بر روی موضوع رساله رو کار کنید، در همین ترمها آزمون زبان رو بدید، آزمون زبان رو از همین الان شروع کنید، یعنی حالا 2-3 ماه دیگه انشالله اولین آزمون زبانی که اومد سعی کنید در واقع توش شرکت کنید و در این حال خودتون واسه آزمون جامعه هم شرکت کنید. یعنی الان فرض کنید همین ترم این دینامیک سازتون بچه ها با من هستش، سعی کنید این دینامیک سازه رو در واقع خوب بخونید. اینو که خوب بخونید، تا حدی خوب بخونید، آزمون جامعه مشکلی ندارید. یا تحلیل ساز جبرانی رو دارید، این تحلیل ساز رو بخونید، تو آزمون جامعه دیگه مشکلی ندارید. همین درس‌ها رو یه مقداری تا حدی خوب بخونید، باز آزمون جامعه مشکلی ندارید. خب من دیگه عرضی ندارم بچه‌ها، این برنامه کلی بود و توضیحاتی که لازم بود. من این رو استاپ می‌کنم، بعدش پرسش و پاسخی بود در خدمتتون هستم.